زن شمار دو شش سالی هست ما در خدمت وطنان هست. روزگاری بوده است که یک جای خیلی کوچکی بوده، 3 نفر بودیم از واشنگتن یونیورسیتی، بعد تبدیل شد به قانون دوستداران فرهنگ ایران، هنوز برساز ما اونجا هستن، نمیدونم از قدما دیگه کسی هست یا نه. که آمدیم به لس آنجلس و دست روزگار ما رو رادیو انداخت. من گمان نمی کردم هرگز یک روزی پای من به رسانه برسد. داستانش از این قرار بود که یک شب منزل دوست گرامی و هنرمند بزرگوار فرید فرجاد بودیم، اونجا از هر دری سخنی می رفت، آگهان تاریخ موسیقی کشید و به تاریخ آلات موسیقی کشید سخن. ما هم سخنی گفتیم، گهان آقای خیلی مرتبی بسیار بسیار مؤدب من نزدیک شدن، گفتن که آقا شما حاضرید این مطالب رو در رادیو هم بگویید؟ دیدم من آدم رادیویی نیستم، نبودم، بلد نیستم باشه. من گفتم کدوم رادیو هست؟ گفت که رادیو ایران. صحبتی و بچه هاشون. گفتم نه من راحتی ندارم در رادیو. خلاصه دست محترم و دوست عزیز آقای فریدون دائمی بودن. خیلی دوست دارم یه روز دعوتشون کنم، خاطراتون روزگار جالبه. اصرار کردن که شما باید بیاد رادیو. ما هم گفت در انجام تسلیم شدیم که خب میریم یه روز بریم چه خبر. رفتیم دیدیم که بله لنگو هست و یک جایی برای آن و یک جایی برای میهمان و فریدون دامی هم برنامه شروع شد و یک مبالغی باب ما گفتن. بعد شروع شد یه 10 دقیقه 15 دقیقه هم نشد، گفت حالا ببینیم نوندگان چه نظری دارن. را باز کردن، محبت شنوندگان فوق‌العاده بود، با اینکه ما هنوز چیزی نگفته بودیم، صدای سخن بود و 15 دقیقه بیشتر نبود. با عجب 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 کشفی کردی آقای دائمی، کجا بودن ایشون و مراهم جا شدی میهمان برنامه آقای فریدون دائمی. بعد از گذشت 1 سال و اندی یعنی در واقع میهمان برنامه های دوست دانشمند محترم نموری شدیم به مدت 15-16 سالی گذشت و به سال 2000 گویا رسیدیم که تلویزیون ها باز شد و آقای میبودی زنگ زدن به من که آقا مهمون من باشین در تلویزیون. تلویزیون چی؟ گفتن تلویزیون آقا میره ایران. گفتم عجب چگونه، هم چیزی میسر نیست. در نیویورک تاسیسات NBC و اینا رو دیده بودیم، میان میرسه به این تاسیسات. گفتم نه آقا اینطور نیست، یک دیشی هست، یه کامیون این دیش رو میفرسته رو ستلایت، ستلایت هم میفرسته ایران. رفتیم دیدیم بله احوال کاملا درسته. یک 4 ماهی ما میهمان ایشان بودیم، حدود 15-20 دقیقه و یه سفر دراز رازی رفتم من به راه های دور. و در بازگشت دیگه ما البته اون تیوی شدیم
گذار ما اصلا تصورش نمی کرد. چه از اون روزگاری که من در تلویزیون نشستم، چه در روزگاری که در رادیو بودم، کاری که در هیچ کدام نبودم، در سخنرانی ها بودم، جلسات داشتیم، دو چیز مد نظر من بوده که این دو چیز رو من نتوانستم باش معامله بکنم، یعنی ازش بگذرم خاطر مصلحتی. واقع این دو پدیده گرامی و این دو پدیده عزیز رو ندیده بگیریم به خاطر مصلحت خودمون. ملت ایران بوده است، وطن، موضوع عدالت. با این دو چیز قرمز ما بوده، وطن و عدالت برای مردمان، مردمان وطن. و عشق و مهر و که دوستی این وطن در این دل ما به حدی بوده که بقیه حشو و زوائدی که به وطن مربوط می شود اما وطنی نیستن در دل ما جای نگرفت. حب الله نگرفت. یعنی این بنده کمتر از میر حاضر نیستم یک برگ شاهنامه رو عوض کنم با همه کتاب های آسمانی. این بر میخوره کسی که به من توهین میشه. اینطور بوده جن ما مثلی که از ابتدا بدی وش بوده. آقا فلان کس در مدینه نمازخونی بوده عجیب، 24 ساعت نماز میخونده، روزه میگرفته، زاهد بوده، چنین و چنان بوده، هر رو حج میرفته میرفته که میرفته. اون وطن همیشه در مرکزه، در وطن من و مردمان من تأثیر چه بوده؟ او 24 ساعت نماز میخونده. آرت دزدان بی انصاف انسو می آمدن اموال برادران من رو می دزدیدن، خواهران من رو به بسارت می بردن که همونی که نشسته اسمش امام اونجا داره نماز میخونه بتونه ریپش کنه اونجا برابر دین مبین در امامی. اموال مسروقه هموطنان من که با عرق جبین و کد یمین به دست آمده مفت بخوره و این نماز بخونه، نه یه رکعت و دو رکعت و سه رکعت و سی رکعت بخونه. قائم اللیل، قائم الدهر، دوست اینها یک پنی ارزش نداشته در ذهن من. مطلقا و ابدا آدمی که وطن نداشت، مهدی به وطن نداشت، هویتی نداشت، یک آدم سرگردانی به شخصیتی است. آدمی که وطنی داشت، وطنی گرانقدر و گران سنگی آن ما همه سوابق و با اون بزرگی ها و با اون فرازی ها و بعد اون رو فروخت
عهد دروغین اون کسی که در مکه و مدینه نشسته نماز بخونه و نمیدونم طواف میکنه هم آدم خرفی است، باید که بره خودش رو تعمیر کنه. آری در طی این فراز و فرود ها ما این خط رو دنبال کردیم، حضور آزادی به وطن، عدالت و واقع هیچ مصلحتی هم به کار ما نبوده. گوش ها خوردیم، آواز اومد ها شنیدیم، بودی نکرد رانندگی به آمدن به تلویزیون خودم به خودم حده حسابی خوب با فلان موضوع یک کمی ملایم باشه و بهتره، ولی اصلا بدتر کردم خودم از خودم بدم آمدی که چرا اصلا چنین فکریه ای گذشت. من آدم ستمگر رو بخوام عادل نشون بدیم بدتر کردم. از این داستان هم یک یادآوری بود از آنی که ما رو نمیشناسن اگر یک مصاحبه بود که ما دو هفته پیش با کتاب امریکا داشتیم با فرزند آقای فراحتی در باب خرافات، چرا خرافات همیشه چسبیده به دینه و چرا این همه خرافات در آیین شیعه هست. ما از ابتدا توضیح دادیم آقا بنیاد آیین تشیع شیعه بر خرافات و دروغ. به همین دلیل اهل تسنن بیزار و متنفرند از شیعیان، ازلباش میگوین، رافضی میگوین، انواع اقسام نامهای دیگر هم میگوین کنن که و در بین بعض متعصبین سنت رایج است که کسی میخواد به بهش برود دو تا رافضی رو حداقل باید بکشه در این دنیا که بهشتش تضمین بشه. این ترین دشمنی ها دشمنی شیعه و سنیه. روید محارج راجع کنید همین گوگل، همین گوگل نبود است این آقا قدیم ترین مناقشات کجا بوده؟ بین چه فرقی بود؟ روی از شیعه و سنی درست شدنی نیست. سرانی نیست نها میگوید که این اهل سنت سیادت ابوبکر حق علی رو خوردن، این بایستی پادشاه جهان میشده نشده. جهنمی هستن. اونها هم میگویند که اینها جا در دین کردن، اینها جهنمی هستن. حالا اگر ما دنبال کنیم وقایع خونباری رو که این داستان شیعه و سنی رو دنبال داشته، شهرها که آتش زدن، قتل عام ها که شده، یک کتاب قطوری خواهد شد. شهرهای بزرگ در قرن ششم اهل تشیع غزلها قصاید می ساختن در مدح علی، عده رو
روانه میکردن، اینا گفتن مناقب خانان منقبت مولا علی میخوندن آواز در بازارها و کوچه ها. سنی ها اینا رو پیدا میکردن میخوابندن، زبانش از حلقش میکشتن با کارت زبانش میبرد. از اون سو اهل سنت فضائل خانان داشتن در فضیلت عمر سر و قصیده و اینا میگفتن، میفرستادن این آقا رو یا آقایان رو فضیلت های عمر رو به گوش مردم برسانه. شیعیان میگرفتن زبون از بیخ میبردن. چند بار بغداد آتش زدن، شهرهای بزرگ ایران در خراسان. سنی ها شیعیان راضی شدن یا برعکس. در این جنگ آمریکا با عراق و اینها اندک تعدادی کشته شدن، اما خود این مردم از خودشان قدر کشتن که از نمیدونم از حساب گذشت، ۳۵۰۰۰ تا شد. موضوع خرافات، احادیث کلهم اجمعین خرافات. اینو برای اون آقای دکتر میگن بهتره به جای دلائل نادرست و سخنان سست بره به بیماری برسه، اگر چیزی یاد گرفته در مدرسه پزشکی وارد قضایی نشه. داستانش خدمتتون خواهم گفت. برنامه ما آقای فراحتی خوشی و خرمی تمام شد. دیشب پریشب این دوستان برای من چیزی فرستادن، یک شکایت نامه است. شکایت نامه رو ایشون خوندن، من خوب گوش کنید. استدلالای این دکتر رو با توجه بفرمایید. این که دکترشونه، ببینید آخوندشون عقلش چقدره. بله. اما قبل از شروع بذارین بخش هایی از یکی از نامه هایی که در انتقاد از برنامه خرافات و مذهب که دو هفته پیش داشتیم برامون فرستاده شده، چند نامه و از جمله این که بدون هیچ پاسخ و تفسیر و توضیح یه تیکه هایش براتون میخونم. این جانب دکتر بهروز نبعی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بدین وسیله مراتب اعتراض و شکایت خود را به برنامه دو هفته گذشته صفحه آخر اعلام می نماید. میهمان برنامه مهندس بهرام مشیری که در شیمی تحصیل کرده است بودند. نام برده در مصاحبه خود به دفعات به مقدسات شیعیان حمله کرده و جسارت و توهین را از حد گذراندند. این برنامه برخلاف سایر برنامه های گذشته بود، زیرا همیشه مطالب با روش روشنگری بدون توهین و با ذکر سند و مأخذ معتبر ارائه می‌گردید و شنوندگان توانایی داشتند، توانایی انتقال مطالب نقد شده را داشتند. لکن جناب مشیری که فردی ماتریالیست است، میزان حد که حرمت اعتقادات میلیون‌ها شیعه و چه بسا اهل سنت در دنیا را از حد گذرانیدند و موجبات رنجش و دلشکستگی جمع بزرگی را فراهم کردند. نمونه های از جسارت که در برنامه صفحه آخر مرتکب شدند به قرار زیر است. الف، مهندس مشیری گفتند حضرت امام رضا ولیعهدی مأمون را با خاری و زاری قبول کرد و به دستبوس و پابوس مأمون عباسی رسید و صبح به صبح در مقابل ایشان دو زانو می نشست. سند این قضیه کجاست؟ اگر سند ندارد به چه حقی موجبات جریحه‌دار شدن احساسات میلیون ها عاشق و طرفدار امام رضا علیه السلام را فراهم می کند. ب. مهندس مشیری گفتند علی ابن ابی طالب در مورد به خلافت نرسیدنش دائما غر می زد. ایشان مکرر شخصیت امیرالمومنین را مورد حمله قرار داده و فردی را که مورد ستایش همه جهانیان است
حد که حرمت نمودند، در حالی که کمترین تحصیلات و مطالعات را در مورد تاریخ ندارند، واقعه قدیر خم را که حتی در کتب دبستان زمان پهلوی هم ذکر شده بود به کلی انکار نمودند. جیم آقای مشیری ادعا کردند پایگاه شیعه در خرافات است، سنی ها به خون شیعیان تشنه هستند. ایشان اتحاد شیعه و سنی را در جنگ با داعش به عنوان نمونه نمی بینند و خبر ندارند که سالهاست دارالتقریب بین المذاهب تشکیل شده و شش مذهب مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی، شیعه زیدی و شیعه اثنی عشری را به عنوان مذاهب حقه ششگانه معرفی نمودند، بدین معنی که مسلمین می توانند به هر یک از این مذاهب عمل کنند و رستگار شوند. نامه این بیننده محترم ادامه داره با ذکر نمونه های دیگه از صحبت های آقای مهندس بهرام مشیری در برنامه دو هفته پیش صفحه آخر. در پایان نامه نوشتن مطمئنم موضوع روشنگری و افشاگری را از توهین و حد که حرمت بدون دلیل و سند و مدرک مجزا خواهید نمود و موجبات استفاده بیشتر همگان را فراهم خواهید فرمود. از یاد نبرید که از جامعه ای هستید که به همه انبیاء الهی و به ویژه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت نهایت احترام را قائل می‌گردند و تنها سلاح آنان پیراهنی است از ادب که به احترام آن هرگز افراد فحاش و هتاک را بر نمی‌تابند. دکتر بهروز نبی گرامی، بعضی هموطنان زنگ زدن که اشنیدن چیزی و تای ما برای من میسر نیست که از اول سر بگیرم. بر سر این بود که ما یک بحثی داشتیم هفته پیش آقای فلاحتی در وایس آف امریکا در باب خرافات و اینکه چرا خرافات یک طرفش به دین وصله و موضوع شیعه‌گری و خرافات. به من عرض کردن که از ابتدای کار شیعه‌گری با جهل بوده و با خرافات بوده و توضیحات مفصل در این باب ما دادیم. برابر در واقع مهمترین تواریخ اسلام عرض کردیم که آیه داستان امامت جای خداوند رو گرفته و دین مردم ما امام خدایی هست، یعنی خدا را از صحنه بیرون کردیم، امام رو جانشین کردیم و یک زمینه برای حکومت آخوند تهیه شد در این هزار و چند صد سال. این از ابتدا مبتنی بر دروغ بوده و خرافات، مثل داستان قدیر خم. قدیر خمی چطور حضرت علی فراموش کرد قدیر خم رو؟ این آقای دکتر بهتره بره تب بیماران رو بگیره ببینه که آقا تشخیصی درستی بده، شاید که دو نفر معالجه کرد. در سر تا سر نهج البلاغه سخنی از قدیر خم نیست، در سر تا سر تاریخ‌های مهم اسلام سخنی از جانشینی حضرت علی علیه السلام در موضوع قدیر خم نیست و هیچ یک از اصحاب، این چند هزار نفر هم هیچ کس یادش نبود، در هیچ کدوم خبری نیست جز در احادیث شیعه خودش هم میگن. و ایشان علب مستندات میکند، خودش میگوید که در روزگار پهلوی در کتاب بچه ها قدیر خم آمده بود. حالا ببینید سندشناس مملکت ما رو ببینید، آقای دکتر بر محترم از کتاب بچه ها نمیشه شده بود. داستان امام رضا از اون جهت مهم است که یک سر موضوع امامت رو باطل می کند. این سخن ملایان شیعه در واقع حکومت در جهان اولاد علی بوده و در نبوت امام زمان نمایندگان اون حکومت خواهند کرد تا امام زمان ظاهر بشود، اینها یک سره سخنان نادرست بوده. در واقع
و چون امام حسن عسکری پسر نداشت منقطع شد این نسل. اما اینها دروغ رو ساختن رو از شبت که امام غائب رو و زمینه برای حکومت آخوند و امروز هم همین رو میگوین، میگوین مردم که آدم نیستن که بخوان رأی بدن، ما نمایندگان امامیم از طرف خدا. در روزگار مشروطه هم همین رو میگفتن. چگونه بود داستان امام رضا؟ این لقب رضا رو هم مأمون به ایشون داد، شاید هم مثلا نمی دانن این اسم رضا رو ایشون عنایت کرد، مأمون امپراتور اسلام عنایت کردن به ایشون. در خراسان همواره انقلابات بود، و برمکی بزرگ گفته بود که آقا اینقدر ستم نکنید به مردم خراسان، شاید روزی برسد که تو به نفس خیش بایستی لشکر بکشی به خراسان. و همچنین هم شد و هارون الرشید پدر مأمون و امین، این میگوین 13 تا با پسر داشته، یک قسمنامه درست کردن، اما مأمون رو با خود برد به خراسان، خودش هم از طریق دیگری رفت و در بین راه بیمار شد و مقصد البته رسید. دشمن رو دستگیر کردن، قصاب دستور داد آوردن تمام بند بند پیکر اون بابا رو از هم جدا کردن. هارون هم فوت شد و در همین محلی که امروز مرقد مطهر حضرت سامر الائمه است، این مرقد هارون رشیده. حالا اگر که امام را اونجا خاک کردن، خواستن احترامی برای امام باشد، چون کار رو مأمون کرد. باری ایرانیان خصوص خاندان سعد، دو برادر بودن، بودن آقا ما اگر شما رو به به خلافت اسلام رساندیم و رقیب شما که امین هست و الان در بغداد ادعای خلافت دارد رو برداشتیم، شما به ما قول بده یکی از این علوی ها رو یا ولی اینجا ولی عهد کنیم. و این کار کردن دست طاهر ذوالیمینین، بعد البته طاهر رو هم با طرف کشتن. این کار انجام شد، مأمون هم توجهی نداشت این داستان. حالا که این آقای دکتر نبعی عرض میکنم که از طلب سند میکند، ما از معتبرترین سند اسلام تاریخ محمد ابن جلیل طبری براشون میآوریم تا خیالشون راحت بشه. داستان فضل ابن سعد و این علوی ها سلوک کرده بودند در نبود مأمون، و داستان خیلی دراز هست، فتنه ها که انگیخته بودند. و بعد ناچار می شوند که یک کسی رو انتخاب بکنند. میگوید و مردمان بغداد را صبر نماند. از صفحه 1240 تاریخنامه طبری. و مردمانی که به صلاح بودند گرد آمدند تا این مردمان را از فساد باز دارند، نتوانستند باز داشتند. یعنی علویا، یعنی کیان شلوغ میکردن و حاضر نبودند به صلح. و غلبه اهل فساد را بود، تعداد اینا بیشتر بود،
که فساد میکردن، شلوغ میکردن، در پنجره میشکستن و حرب کردن و کشتن بود میان ایشون. و این خبرها به بغداد سوی مأمون میرسید و فضل ابن سعد بسیار بر وی پوشیده کردی. این اتفاقاتی اونجا میافتاد فضل ابن سعد نمیگفت به مأمون چه خبره در بغداد. بعد میکنم کی میگفت بهش، کی بهش خبر داد؟ گفتی این علویان میکنن به هر شهر علوی برخواسته است و خیشتن را دعوت همی کند و نگفتی از بحر حسن میکنن. برادرشه در همکاری های حسن، ولی نمیخواد دیگه برادر من باعث این چیز هاست. بعد میگوید مأمون گفت چه باید کردن و با فضل تدبیر کردی هر روز. آخر رای بران افتاد که یک تن از علویان بنگرند مردی پارسا به خلق، او را پارسا دانند با علم و با این فتنه ها و فضولی ها ایشتن را نیالوده و علویان او را به حق شناسند و مأمون او را به خراسان آرد و ولی عهد کند و خلافت از خیش او را دهد تا این علویان بدانند که از پس مأمون خلیفتی از فرزند عباس خون شد و به آل بوطالب افتاد، یعنی ابوطالب، تا بیارامند و این فساد علویان به شهرها بنشیند و علویان بر در مأمون گرد آیند. پس بنگریست که این کار را که شاید، چه کسی شایستگی اینو داره که دعوتش کنند بیاد و در واقع ولیعهد بشه برای مأمون. حالا برای هارون اینها نخستین خلیفه سپاه بوده از این بنی عباس، بعد منصور دوانیقی بوده و اینا بسیار کشته بودند از این خانواده و از این خاندان. حالا یکیشون میخواد ولی عهد آدم هایی بشند که ماها اینا رو کشتن رسله. و در موضوع امامت که میگویند که این امامت بر حق و این یکی پس از دیگری امام بودن، نکته اینجاست که اگر این حضرت سامر الائمه معتقد بودن، معترف بودن که امام هستن، هرگز قبول نمی کردن که بروند و ولیعهد دشمن خاندانشون بشه. پس به علت امامتی در کار نبوده. و من این سید النار را برادری بود بغداد، نام وی علی و از همه علویان کس از وی داناتر نبود و پارساتر و پسرزاده جعفر صادق بود و این علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب بود علیهم السلام. و او را پسری بود نام وی محمد ابن علی، همچون وی با علم و صلاح پس مأمون با فضل تدبیر کرد که او را از بغداد بیاورند و مأمون او را ولیعهد کند از پس خویش و مذهب شیعه اندر میانه عامه پیدا کند و به امامت علویان دعوت کند و فتنه علویان اندر جهان بنشاند بر مأمون بیارامند. این تدبیر راست کردند و فضل مر مأمون را نگفت سپاه بغداد این همه فتنه که می کنند از آن است که برادرم حسن را به امیری نمی خواهد. خودش و برادرش حسن کجا نمی خواستند، انداخته بود به گردن علویا. گفت حالا چارش اینه که یه علوی بیاوریم تا بیارم. پس مأمون خار خود را رجاء ابن ابی ضحاک و خادمی نام وی فرناس از
مهر به بغداد فرستاد تا علی ابن موسی را بیارند. علی ابن موسی امام رضا و به مهر مأمون مذهب شیعه تدید کند و گفت از پس من خلیفت علی بود و امامت او راست و بر وی ستم کردن روا نیست و بنی امیه بر فرزندان بوطالب ستم کردند و بنی العباس ستم کردند و حق مر ایشان راست. من خویشتن را نتوانم کردن ولیکن خلافت از پس من خلافت ببخشید و خویش ایشان را دادم و ولی عهد علی ابن موسی ابن جعفر را کردم و او را گفت تو حقتری از فرزندان من و از همه بنی العباس و او را رضا نام کرد و گفت علی ابن موسی رضا من آل محمد. این اسم هم اسمیست که مأمون داره به امام رضا، رضا نبوده. مطلب مهم تاریخی است. بله یاد و گفت علی ابن موسی رضا من آل محمد و مأمون بیعت مردمان ستر از فسخیش مر علی ابن موسی را و از او پسرش را محمد ابن علی و او را دو دختر بود، یکی مهتر نام ام حبیب اون را به زنی به علی داد و دیگر ام کهزر ام الفضل به زنی به محمد ابن علی داد. داد به خودش که داد به پسرش، دو تا دخترش محمد داد بر پسر ام رضا و پسرش. و جامعه سیاهان و جامعه سبز بپوشید و گفت جامعه سیاه جامعه دوزخیان است و جامعه سبز زینت بهشتیان. غزل ابن سهر را بفرمون تا به هر شهری نامه کرد تابعیت رضا از همه مردمان بگرفتن. خیلی خوب، حالا این که بنده گفتم می آمد خدمت محمود و احترام میکرده و مینشسته رسم روزگار بوده. امپراتور وقتی مینشست مأمون بوده معاونش و ولیعهدش میامده با احترامات تمام اونجا در مقابلش مینشسته منتظر فرمایشاتش میشده. قانون روزگار بوده. در روم هم چنین بوده، در ایران هم چنین. ما سکه های هرقل رو ببینید، خودش هست ولیعهدش هم پشت سرش. بنابراین عجب داستان کجاست؟ شگفت‌انگیز بودن قصه کجاست که صبح به صبح ایشون میامده خدمت مأمون؟ امپراتور بوده و ایشون ولیعهدش بوده پس در خدمتش و گوش به فرمان بوده که دستور چه میده. و بعد توضیح میدهد که در یک روز در حضور مأمون انگور بسیار خورد و بیمار شد و فوت شدن در سامر العلمه. مأمون هم آمد گفت به احترام او من او رو در کنار پدرم آرون خاک بسپرم که همین جاییست که الان هم این از این داستان. از این خمان که ده ها بار ما بردیم و خدمتون ثابت کردیم اینجا مبتنی بر مستندات مهم که چنین چیزی نمیتونست باشه. از رسول نفرمود
بعد از من این جانشین من نمیشد، همچی اتفاقی نمیشد، انگو خوبیزی میشد، روح مسن مجرب و بودن بسیار دارم بودن مثل وقت ما حتی در موضوع رنگیدیم گفتن که یا علی تو جوانی تو وقت داری و رای دادن به ابو وقت دلش کجاست بنده نمیدونم. بعد این ذهنیت بردگی، ببینید ما مردم قائم به ذات نیستیم روی پای خیشتن، بگوییم ما مردم این مردم گردن فراز تکی هستیم به تاریخ بسیار غنی و نیرومند، تکی هستیم به بزرگی هایی که در گذشته داشتیم و داشتیم، تکی هستیم به عرض می کنم که به این از فضیلتی که اجداد ما گذاشتن، نه اینا شخصیت ما رو از ما گرفتن، خالیمون کردن. هزار گریه، هزار تون گریه می کنیم یک بچه‌ای که در دیار غریب کشته شده، یک بار اشک ما برای قتل عام خراسان، میلیون ها آدم قتل عام شدن، یک بار بهش فکر هم نکردیم. ما بودن ایرانیان بودن، گناه بودن، یک روزی به نام اینا بیم یک انعکاسی برای تقریب خراسان و شهرهای دیگر کار مغول و تیمون هیچ، یعنی ارزش های عزیز رو از ما گرفتن، ارزش های جعلی و غیر ایرانی رو در رگهای ما جاری کردن. اگر نیکی میکنیم در جایی، نه به خاطر نفس نیکی است، برای این است که یک موجود موهوم یا یک شخصیت بیگانه بیابانگرد یک چیزی به ما بده. به من کور عاجز کمک کن، حضرت عباس بهت عوض بده، غیر از اینه. اینا میگن توهین. اگر نیکی میکنی به خاطر نیکی بکن، حتی نیکی سقراط گفت هر کسی نیکی میکند اون نیکی به او باز میگردد، همون حس نیکی کردن مزدیست که میگیرد. ما میگوییم که 5 تومن بده حضرت عباس انبرابرش میکنه بهت میده. این فضیلت اخلاق رو هم از ما گرفتن، عواطف انسانی ما رو هم لطمه زدن. این دلمون به حال خودمون نمیسوزه. همسایه گرسنه است، بیچاره است، مریضه، بره و بزغاله رو بگیریم باید برم در مسجد بکشیم، حالا امروز نمیدونم عاشورات قیمه بدیم شاید حسین اونجا پارتیش رو ما رو برد به بهشت. نیکوکاری برافتاده، اخلاق
راغنی کلا حافظ. خاطر همین اعمال جعلی گویند که چی توهین میکنن. اگه اینا توهینه بگید باشه. گفته است که مشیری گفته است که ایشون غور میزده میزده مرتب اشاره میکرده حق ما رو خورد این حق ما رو خورد. یه نامه ای دارد گوید در کتاب خیلی مهم جنگ صفین میگوید حتی تو حد فزون است. این آدم کشی که به راه انداختی و این لشکر کشی بدون جهت است که نمیتوانی تحمل کنی من حاکم باشم در شام. مشکل ما اینجاست که آدم های معمولی آدم بودن. آقا این همه انسان بودن، انسان دو پا، بعضی ها زاهد بودن، بعضی ها نبودن، بعضی ها دنیا دوست بودن، بعضی ها کمتر بودن یا نبودن، مثل همین آخوندهای امروز، مثل همین آدم های امروز. ما لباس خدایی به تن اینها کردیم، فکر میکنیم که خلقت به دست اینها بوده، در حالی که در روزگار خودشون اینا آدم های معمولی بودن مثل بقیه. اگه آدمی درجه بندی میشد خاطر چیزی بود که داشت بهش منتصب میکرد. من آقا زبیر شجاعتر از تو فرض کنید خالد ابن ولی کام کردن بودن جنگ سواره کس مثل زبیر نکرد می دیدن مشهود بود. حالا ما مردم ایران بعد از 2500 سال تاریخ کارمان اینجا رسیده است که حرف یومیه رو نمیتوانیم بزنیم. میگویند که توهین شد. آدمی که ذهنیت بردگی بهش تلقین شده، برده وقتی دنبال ارباب را میافته تنها دغدغش اینه که به ارباب احترام گذاشته، ناراحتیش اینه که کسی به ارباب بی احترامی کنه. ارباب نشسته چای آوردن نلبکی نداشته و برده برد کنه. ذهنیت بردگی است عزیز دکتر جان. در کدام جهان که تمام جهان احترامی گذارن؟ خودمونیم. ما هم بچه شیعه هستیم آقا. ما 15 ساله اون بوده چند قصیده خوب در مهد علی داریم در پرونده. ولی کجا در جهان حالا شما می فرمایید به ایشون در تمام جهان احترام می زارن؟ کدوم جهان؟ چه دلیل؟ بعض شیعیان بله آسمان و زمین رو ایشون ساخته، نه از در تسنن عمر بسیار پایین کرد برای هم که کرده تا اسلام دارم دست بود یک اینچ خاک برای اسلام نگرفته. حضرت عمر امپراتوری ها گرفته بسیار یکی نیست ولی بی احترامی نمی کنم.
خلیفه چهار امانت را از گذرانی زن چرا میزنی برادر همه ضبط شد ولی مطیع عوامل پادشاه پادشاهی رو کرده بودن درست گرده برداری از پادشاهان ساسانی مثلا یه وقتی داریم ما بسیار خوب بذارم سنجر جان شما هموطنان خیلی خیلی ممنونم توجه فرد بودید بارم که باز در خدمتتون باشیم.